اقتدار ایران در رزمایش ولایت 90 توانایی جمهوری اسلامی ایران را در کنترل تنگه هرمز به نمایش گذاشت. امروز در آخرین روز از رزمایش ولایت 90 نخستین بار موشک‌های ساحل به دریای برد بلند قادر، برد کوتاه نصر و موشک سطح به سطح نور با موفقیت شلیک شدند. اما موشک ساحل به دریای دوربرد قادر، پرتاب یک فروند موشک دوربرد قادر از سامانه ساحل به دریای خودتکا با شمارش معکوس موشک ساحل به دریای قادر هدف مورد نظر خود را در عمق 200 کیلومتری دریا یا سار الله مورد اصابت قرار خواهد داشت. سامانه فوق پیشرفته خودتکای قادر در بخش رادار، ماهواره و میزان برد و مسافت و نیز مکانیزم های هوشمند ضد رهگیری و اختلال در هدایت مسیر در مقایسه با نسل قبل از خود ارتقا یافته است. از نظر برد، از نظر رهگیری هدف و اصابت به هدف و هدفگیری دقیق و اصابت به هدف و قدرت انفجارش قابل عرض کنم که تأمل است که ما تونستیم پیشرفت‌های بسیار خوبی رو داشته باشیم. یا سار الله، یا سار الله، یا سار الله، آتش. سامانه موشک کوتاه برد نصر دستاورد متخصصان صنایع دفاعی ایران است که برای نخستین بار به کار گرفته می شود. وقتی ما میتونیم امنیت پایداری رو در منطقه به وجود بیاریم، معنیش این است که ما هم امنیت تنگه هرمز رو در دست داریم، هم کنترلش رو میتونیم در دست داشته باشیم، هم هر تصمیم دیگری. این کاملا واضح و مشخص، اما ما عنوان کردیم که هدف از رزمایش چی است؟ تامین امنیت پایدار منطقه، که همه بدانند توان دفاعی و قدرت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران چقدر است. فردا رژه با شکوهی با حضور همه یگانهای شرکت کننده برگزار خواهد شد. گروه اعزامی واحد مرکزی خبر، منطقه عمومی رزمایش دریایی ولایت 90.